شنونده و بیننده خود را برش بفهمانیم که حقایق افغانستان چیست. خودت زیر بیرق خدمت کردی، شاید حزبی نبوده باشی. بروی مجبوریت ها در زیر بیرق خدمت کردی، شاید به فلسفهشان موافق نبوده باشی. شاید در قلبت شما را خود کسی متهم نمی سازه. شما را خود نمیگه. اینطور خود نیست که ما تمام 1000 نفر عضو پرچم و خلقه یا 5000 عضو پرچم همیشه بگوییم که اما فلسفه حزب، روش حزب و و و و اعمال و کردار حزب، چی در تلویزیون، چی رادیو، چی در اخبار، همه این همه شاهد همیست که این رقم که شما اگر اینطور انتباه میگیرین از صحبت ما که ما نفاق مندازیم، هدف ما این نیست. ما هم میخواهیم که صلح در افغانستان بیاید، آرامش در افغانستان بیاید، اما اگر این صلح واقعی باشد، نه بروی از این که ما مطرح باشیم، سبا در افغانستان چوکی داشته باشیم، مقام داشته باشیم، دوباره قدرت به دست خود بگیریم، نه اگر واقعا صلح به خاطر رفاه عامه مردم افغانستان باشه اوریکا. اما ما یک موضوع را باید برزتان برسانم که زیاد گپ نزده باشم و اویی است که هیچ وقت صلح نمیاد تا که عدالت اجتماعی تطبیق نشه. بادارم هر قدر که توجیه بکنی و کلمات ملایم به کار ببری و کلمات مقبول و نازنین به کار ببری، هیچ کسی اونمو خیانت ها را تبرئه کرده نمیتونه. آقای ما به حق افغانستان بسیار ظلم شده، بسیار خیانت شده، او را آدم از چین پوشی کرده نمیتونه. این که انسان های رقم خودتواری جبران رفتی و با زیر از او مسائل در زیر بیرقشان خدمت کردی، یک آدم مجزاستی، مستثناستی، کسی نمیگه که تو کافر هستی یا کافر بودی. اصل فلسفه رو بگیره. بازم چون میمانه دارم برای نزاکت من میخوایم که اونا هم وایسیان گپای برادر بار شنیدین؟ وایسیان؟ بله. آقای ناصری؟ آقای ناصری؟ آقای ناصری؟ آقای ناصری؟ خب ببخشید، ما آقای ناصری را به خیال ما که لینشان قطع شد، ما سوال کننده دیگر را میگیرم. بله بفرمایید صاحب، تلویزیون پیام افغان امر کنید صاحب. بله، عرض سلام و احترام به جناب شما محترم عباسی صاحب. زنده باشین، احترامات ما به شما صاحب. ما همه صحبت های جناب شما را و جناب محترم ناصری صاحب محل تایید میگذارم، کدام تفسیری نمی کنم. ما می خواهیم احساس خدا، ادای خدا، طرز تفکر خدا، اگر اجازه بتین با زبان شعر بسیار مختصر بیان کنم. بفرمایید سب، بفرمایید سب. در گذرگاه فلک عمر زما در گذر است، عمر پیمودن راهی است و غمش هم سفر است. این چنین اثر که مردم همه در خواب و خورند، دیده بر بستن و بگذشتن از آن خود هنر است. یکی در دیده باز و دل در خواب عدم، دیگری غرق شراب است، یکی بی بصر است. تا بکی ذلت و خواری است در این خلق اسیر، کشته ها از من و تو، عزت و جا از دیگر است. ای فرو مانده در افکار حکومت داری، و از منبر دیگر و کرسی دولت دیگر است. واه 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 واه، یکی مقروز سواد است و پروفیسر قتل، دیگر انجینر و ایرانی و دام و سکر است. واه واه واه، یکی داغ است به اسلام و دیگر ننگ بریش، گر بگویم الاغن که توهین خر است. یکی غرق می ناب است به ظاهر مرشد، دیگری تاجر خون است ز خود بی خبر است. واه واه، یکی غارتگر ناموسی عفیف من و تو، بهر فریاد دل خسته ما گوش کر است. واحو. یکی مالی تو به اجبار بگیرد گوید، حق بیچون جهاد من و حق پدر است. حاصل کشت حقارت همه خاک است و هدر، شجر ظلم و قضاوت به خدا بی سمر است. واحو. واحو. شرم دارید که از تخت تکبر تا گور، شرم دارید که از تخت تکبر تا گور، یا که تا تخته تابوت دو سه گام و بره است.
تشکر سید، تشکر سید. اگر سوال ما از جناب ناصری سید، اگر شما اجازه بتین من یک خلاص یک سوالی بسیار کوچک هم دارم. عمر کنید سید. اگر در لین باشد. بله ببینم سید، شما سوال کنید ببینم انشالله که هستند. خب جنایتکار هر کسی باشد جنایتکار است. بله. سوال ما ایست که آیا به نظر شما جنایتکار کمونیستی با جنایتکار جهادی نماها کدام فرق داره؟ و یا شما کدام فرق قائل هستین و یا نه کدام افضلیتی را در ایدتا قائل هستین یا هر دویشان را در یک ترازو محاسبه میکنین؟ بسیار عالی، خوب سوال است. من صدیقی بودم از کانادا جناب. صدیقی صاحب خوش شدم صدایتان رسیدیم. سوال خوب، شعر بسیار مقبول، شعر بسیار با احساس عالی صاحب. تبریک میره بونید. وایس جان؟ بله میشنم آقای عباسی. سوالی هم بیننده اول بار شنید این صاحب که بله من بلند بودم متاسفانه صدای ما شما نگرفتین. بله صدای آقای صدیقی هم و شعرشان هم شنیدم همچنان. بله. از هموطن گرامی که بله دمو هموطن اول یک مختصر یک نظریه بتین که باز نگویه که شما شامل نشده سه. بله من سوالاشان شنیدم، اونا پراغنده سوال کردن، زیادتر تبصره کردن. تبصره بود سه. بله زیادتر ارتباط با مسائل نیروهای نظامی در افغانستان نیروهای وجود داره و باید به خدمت گرفته شه. معلوم نشد مقصدشان از نیروهای نظامی از کدام چی بود، از زمان ظاهرخان شروع کردن تا حال هر کسی که در افغانستان مردم خود و به ملت خود و به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان خیانت نکرده باشه قطعا جایز نداره که اونا را دستشان از کار کسی بگیره یا صلاحیت کسی نداره که مردم از خدمت برای وطنش جلوگیری کنه. بله. عزیز که یک نفری که در اردو کار میکنه باید برای حاکمیت ملی، برای تمامیت ارضی، استقلال و هویت مردم افغانستان خدمت کرده باشه و نه در پیش و پیش نیروهای خارجی. هر هموطن که در نظامی هست میدانه که سوگند و حلف وفاداری که یک عسکر در وقت سایه منصب شدن خود میخورم ایست که با وطن خود با آزادی و با خدا و با قرآن و دولتی که حاکم است خیانت نمی کنه. طبیعی است که این مسائل بسیار مهم است و هر فکره که پیش و پیش نیروهای اشغالگر اتحاد شوروی رفتن و در خدمت بودن، مخصوصا افسران و مخصوصا جنرالانی که در او همکاری کردن، اونا میفهمند و قضاوت تاریخ و مردم با وجدان خودشان. بل. ارتباط به این که حزب دموکراتیک خلق با هندوها اینا مخایسه کردم و گفتن که باید با هندوهای افغانستان و حزب اعضای حزب دموکراتیک شما اجازه خدمت و فعالیت بتید. من فکر میکنم مسائل ایدولوژی و مسائل مذهب به هم تفاوت داره. در افغانستان ما مذاهب مختلف داریم، اسلام دین حاکم در افغانستان است، ولی اقلیت‌های مذهبی مانند سکه ها و هندوها هم وجود دارند. اونا در یک دار اسلام و در یک جامعه اسلامی میتونند با تمام آزادی های مذهبی در محدودی دین. بله وایس جان همه که کافیست برای اون برادر ما صاحب اینال سر صدیقی صاحب ابو سوالشان جواب بتین صاحب. بله صدیقی صاحب در ارتباط با مسائل جنایتکار جهادی یا مسلمان و کمونیست گفتن، در تفاوت یک مسلمان با یک کمونیست در اعتقادات مذهبیش است. یک مسلمان هر چقدر هم که گناهکار و جنایتکار باشه با در یک چی مسائل عقیده تفریق وجود داره از نظر علمای دین و از نظر حکم شریعت، ولی در ارتباط به این که یک مسلمان هم گون و هم سویه و هم تراز یک بیدین و ملحد دست به جنایت و قتل و کشتار میزنه، اسلام به این اجازه نمیده و گناه یک مسلمان که هم مانند یک کمونیست جنایت میکنه به نظر من از نظر زایدی و از نظر حکم سیاسی بیشتر است، به خاطر اینکه این پیشا پیش همه چیزها قرآن و خدا و حدیث پیشا پیش کرده و زیر شعار دین به ملت خود و به خدا و به قرآن خیانت میکنه و خیانت یک مسلمان به دینش بیشتر خطرناکتر از نظر به اینکه یک کافر بیدین و بر مسلمان ها و جامعه اسلامی تعرض. تشکر. بله.